کدام تغییر مرتبط با ام آر ان ای یا آر ان ای پک از پیامدهای هر جهش کوچکی است، هر جهش کوچکی است که طول بخش رونویسی شونده ژن‌های پروکاریوتی رو تغییر میده؟ ببین، هر جهش کوچکی که طول بخش رونویسی شونده ژن‌های پروکاریوتی رو بخواد تغییر بده، منظورش حذف و اضافه است. کوچک جانشیر هم در واقع در نظر باید بگیریم، اما چون کتاب گفته طول بخش رونویسی شونده ژن‌های پروکاریوتی رو تغییر بده، دیگه جانشیری رو برمی‌داریم. ما توی یک میگه تغییره تنوع بازه‌های عالی در آر ان ای. خب اگر آر ان ای فقط مثلا عرضم خدمت شما که A باشه و مثلا دو تا دونه هم توش C باشه، همون C ها رو برداریم، اوکی. ولی خب اگر در آر ان ای از هر چهار نوع تنوع مناسبی در واقع برقرار باشه، حذف و اضافه تنوع بازه‌های عالی رو کم نمی‌کنه، از انواع من کم نمی‌کنه. این میگه هر جهشش. توی دو میگه تغییر تعداد نوکلئوتیدها در رنا. کاملا درسته. وقتی تو جهش حذف و اضافه داری، طبعا ام آر ان ای که داری مینویسی یا آر ان ای که به تو هر صورت، حالا گفته آر ان ای پیک، ام آر ان ای که داری میسازی، از نظر تعداد نوکلئوتیدهایی که داره یا کم شده یا زیاد شده. خب درست. برو رو سه، میگه تغییر چارچوب خواندن در رمزه ها رو هر جهش. اگر حذف و اضافه ای که با هم دربارش صحبت کردیم، تعداد نوکلئوتیدهایی که برمی‌داره ضریب 3 باشه، غلط. اینجا میگه تغییر مدت زمان اتصال رناتن به رنای پیک برای ترجمه. این زمان ترجمه رو تغییر بده، زیاد یا کم کنه. ما میگیم حذف و اضافه در صورتی که در واقع اینجوری بهت بگم، در توالی باشه که منجر میشه کدون پایان در واقع تغییر بکنه. یعنی چی؟ مثلا ما UAA UGA UAG اینا میشه کدون های پایان دیگه، نه؟ روی دی ان ای چیزی که شما دارید برای اینها ای تی تی ای سی تی و ای تی سی، درسته؟ اگر جهش در توالی پایان اتفاق بیفته، حذف و اضافهش قبول میکنه. اوکی؟ گاهی اوقات در خود توالی ژن، آقا در هر جایی از این من میام یه تیکه رو کم میکنم، میفته بیرون، خب بازم زمان اتصالم کم میشه، اضافه میکنم یه چیزی بهش، یه چیز بزرگی بهش اضافه میکنم، باز زمانم زیاد میشه. یه حالتی دارم مثلا تغییر زمان ندارم. این گفته تغییر زمان اتفاق بیفته دیگه، نه؟ من میگم آقا باشه، تو هر جوری الان در نظر بگیری، چه وسط اضافه و حذف بکنی، چه توالی پایان تو خراب بکنی، میتونی عملا زمان رو تغییر بدی. ولی من یه حالتی رو بهت پیشنهاد میکنم که تو زمان رو نتونی تغییر بدی. چه حالتی رو بهت پیشنهاد میکنم؟ میگم آقا بیا جهش اضافه انجام بده. اوکی؟ جهش اضافت اینجوری باشه، اینجا یه تی اضافه کن، اینجا تی اضافه کن، اینجا سی اضافه کن، بازم همون کدونه پایان میشه دیگه، تر در واقع رو نویسید، نه؟ تغییری نمیکنه. یا نه توی یه ژنی دقت کن، مثلا این تیکه که ATT داره بعدی هم تیه، خب تو بیا این تی رو اصلا جهش حذفی بزن بهش. اتفاقی که میفته، این بنده خدا میشه ATT توی رونویسی، چیزی که بهت میده چیه؟ میدهد UAA، همچنان کدون پایانه، تغییری هم نکرد. پس عملا هر جهشی باعثش نمیشه. گزاره ردش کن. جواب گزینه دوم.